ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست از اسلو با ما همراه هستند. آقای کرمی، وقت شما بخیر. وزارت جهاد کشاورزی از خسارت عظیم به بخش کشاورزی به دلیل خشکسالی گفته، اما مدیریت کلان و به خصوص خود این وزارت خونه در پدید آوردن وضع موجود چقدر نقش داشته؟ من سلام عرض میکنم خدمت شما. نخست اینکه این عددی که وزارت کشاورزی گفتند خیلی جای بحث داره، یعنی یک وضعیت ایدئالی فرضی رو در نظر گرفتن که بخواد کشاورزی کامل صورت بگیره، نمیدونم محصول کاملی فروخته بشه، بازاری براش وجود داشته باشه. حالا به فرضمون اومدن گفتن اینقدر ضرر وجود داره. من بعید میدونم، یعنی که این بخش عمده این ضرر پارسال که ترسالی بود، پیرارسال که ترسالی بود هم رخ میداد. این عدد خیلی به نظر من عدد اغراق‌آمیزیه. به هر حال یکی از دلایل عمده به اصطلاح بحران آب در ایران این طرح خودکفایی کشاورزی است، اینکه کشاورزی ناپایدار دست و پاش رو به قول معروف خیلی بیشتر از آنچه که اندازش باید باشه دراز کرده و این مشکلات رو ایجاد کرده. میتونم بگم عمده وضعیت آب در ایران به دلیل بارش و نمیدونم خشکسالی اینها نیست، سیاست‌های غلط در حوزه تخصیص منابع آبی در 40 سال گذشته به خصوص در بخش کشاورزی است. مسئولان آب استان تهران مرتب از میانگین مصرف 18 تا 20 درصدی آب شرب کشور در تهران نسبت به استانهای دیگه صحبت میکنن. خب با توجه به اینکه جمعیت تهران به عنوان پایتخت این رقم رو الان داره، چقدر اصلا جای تعجب هست؟ فرسودگی لوله های آب شهر چقدر در این میزان هدردهی آب مؤثرن؟ ببینید توی این عدد، حتی این عدد هم که گفته شده، یک بدری حالا مداهنه وجود داره. یعنی مساحت کل کشور و میزان آب مصرفی کل کشور، بعد اومدن تهران رو گفتن خب غیر منطقی نیست دیگه، یعنی نزدیک یک پنجم جمعیت اینجا در منظور متروپول شهری تهران به صورت عام دیگه، و خب عجیب هم نیست که اینقدر آب مصرف میشه. اما باید مصرف آب شهر تهران به نسبت اون به اصطلاح اون اکوسیستم بزرگتری که تهران رو در بر گرفته محاسبه بشه، یعنی به فاصله شاید 200 کیلومتری سرزمین وسیعی داره خشکانده میشه که آب شرب شهر تهران تأمین بشه. بعد خود اون سرزمین میاد انتقامش رو از تهران میگیره، یعنی بخش بیابانزایی داره رخ میده به صورت گرد و غباری که روانه تهران میشه، یه بخش هم مردم انبوه مردمی که مهاجرت میکنن میان میچسبن به تهران و این استکاک فضای اجتماعی تهران رو بیشتر میکنن. به هر حال تهران نباید اینقدر گسترش پیدا میکرد، نه الگوی مصرف آب توش درسته، و اون چیزی که درباره فرسودگی لوله ها گفتید معمولا عددها متفاوته. حتی تا 40% گفته میشه که آبی که مثل محصول صنعتی خیلی گران تصفیه میشه، منتقل میشه، به واقع از یک جای دیگری داره دزدیده میشه، حدود 40% هم هدر داده میشه تو این مراحل انتقال به واسطه فرسوده بودن زیر ساخت ها. سپاسگزارم از شما ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست از اسلو با ما همراه بودید.